خدا چه قصه بزرگ است، قدرت چه بی پایان، شان و شوکت چی از تمام بالا. کائنات از بزرگی از او حکایت مونه، فلک خلاقیتی عالی از او را ثابت مونه. روز در روز اونا قدرت خدا را بیان مونه، شاو در شاو اونا حکمت خدا را معرفی مونه. در خلقت آسمونا خدای متعال همچنان کره زمین را پیدا کرد و آدم را از خاک زمین جور کرد و نفس زندگی را در سلاخ بینیش پف کرد. خدای محبت انسان را از نگاه باطنی مثل خود خو آفرید تا که قدش یک قسم ارتباط داشته باشه. در زیر رقم انسان از ابتدا در خدا عزت و احترام داشت و در پیش خداوند اطاعت و بندگی زندگی میکرد. این ارتباط قد خدا تا یک روز ادامه پیدا کرد که شیطان انسان را وسوسه کرد تا از میوه منع شده بخوره. وقتی که او را خورد، در حقیقت او در ضد خدا قیام کرده از راه راست منحرف شد. در نتیجه ای گناه انسان از خدا جدا شده و خدا او را از باغ عدن در برو انداخت. مگم خدا قد انسان محبت مکد و هرگز اراده نداشت که از مخلوقات خود جدا شونه. ولیکن خدا که پاک و منبع قضاوت انصاف کامل است، در او لازم بود که گناه بشر را قضاوت کنه. در کتاب مقدس خدا اراده خود را آشکار کرده که دنیا را از خطر قضاوت نجات بده. کسی که اول پلان خدا را دید حضرت ابراهیم بود. حضرت ابراهیم یک آدم صادق بود. خدا قدش وعده کرد که او را خیر و برکت بده و اولادش را مثل ریگ دریا و ستاره های آسمو جور کنه. خدا میخواست که اطاعت ابراهیم را امتحان کنه و از او گفت که بچه خود را قربانی کرده دستش تقدیم کنه. ابراهیم در خدا اعتماد داشت و از او اطاعت کرد. و کارت خورا گرفته که بچه خورا حلال کنه، مگم ملائکه خدا او را نیشت. و ملائکه از بندگی و خدا ترسی ابراهیم تصدیق کرد. پس ابراهیم یک قوچ شاخدار را دید که شاخهایش در بوته ها بند منده و ابراهیم او قوچ را گرفته در جای بچه خود قربانی کرده در خدا تقدیم کرد. و پس خدا اراده کرد که یک بره یا مانند حیوان را در جای شخص ذبح کنه تا که اجر بلده بخشش گناه ها داده شونه و گناهکار نجات پیدا کنه. از اینکه گناه انسان را از خدا جدا مونه، مگم قربانی ای جدایی را از بین مبره. کتاب مقدس درباره شخصی که آمدنی بود پیشگویی مونه که او بزرگترین قربانی بلده گناه بشر است. اما رقمی که قوچ جای بچه ابراهیم را گرفت
امو شخص هم جای بشر را بگیره تا که انسان از گناه بخشیده شونه. بعضی مردم موگه که امو شخص مسیح هسته و او میه که مردم دنیا را قد خدا یک دفعه و بلده همیشه آشتی الجی میدیه. و انبیا قدر چیزا را مفصل درباره مسیح صدها سال پیش از ظاهر شدنش پیشگویی کرد. اشیای نبی پیشگویی کرده گفتد که تولد از او معجزه آمیز شونه، یک دختر باکره حامله شونه و بچه‌ش از نگاه روحانی فرزند خدا گفته شونه. میکای نبی پیشگویی کرد که مسیح باید در شهر بیت لحم پیدا شونه و زکریای نبی از پیش گفتد که مسیح دبله خر سوار شده در اورشلیم داخل شونه و توسط یهودا یکی از پیروایش دستگیر شونه. اشیای نبی پیشگویی کرد که مسیح وقتی که آمد چیکار کنه. او گفت انتخاب شده خداوند خوشخبری را در غریبا و تسلیت را در دلشکسته ها تبلیغ مونه، آزادی را بلده اسیرا اعلان مونه و وقتی را اعلان مونه که خداوند مردم خورا نجات میدیه. پس مسیح کی بود؟ در قرن اول میلادی یک پیغمبر آمد که نامش عیسی ناصره بود. بعضی کسا فکر میکرد که او همو کسی بود که انبیا دربارهش توره گفتد. آیا امی شده میتنه؟ آیا زندگیش همو چیزایی را که دربارهش پیشگویی شده پوره کرد؟ آیا عیسی ناصره بالاتر از یک پیغمبر بود؟ چیزی را که آل میشنوید زندگی نامیشی در اساس شهادت های عینی در کتاب مقدس ثبت شده. یک نفر نقش عیسی مسیح را بازی کرده و در حقیقت هیچ نفر لایق نقش از او را نداره، لیکن مباید بفهمی و از زندگی نامه عیسی مسیح فایده بگیری. انجیل شریف دزمو درس میده که خداوند یگانه است. او همچنان دزمو رهنمایی مونه که خدا خود خورا توسط عیسی و مسیح در انسان ظاهر کرد. اینمی زندگی نامی عیسی است که از انجیل شریف گرفته شده. یک زمان بود که شاهنشاه آغوستوس در امپراتوری روم حکمرانی میکرد و هیرودیس بزرگ پادشاه سرزمین یهودیه بود. در او قید خداوند ملائکه خود جبرائیل را در دیر یک دختر باکره در نام بی بی مریم که از عاقل ناصره بود رهی کرد. ای مریم ترس نخور، چرا که خدا تو را خوش کرده، تو حامله شده یک بچه میزایی و نامش را عیسی بین. ای چطور ممکنه؟ ما خود دختر هستم. روح القدس بله تو سایه میکنه و همزی خاطر اون الغی مقدس بچه حضرت اعلی گفته موشه و پادشاهیش هرگز ختم نموشه. مریم ده یک عاقل یهودی سفر کرد تا که خیش و الیزابت را بینگره که حامله شدن شده پیری هم یک معجزه بود. الیزابت، مریم، مریم جان، تو دوین خاتون مبارک هستی و نلغای کوری تو مبارک است. امیکی سلام تو در گوش ما رسید. نلغا از خوشی زیاد در کوری ما پیچک زد. ما در دل و جان خداوند را یاد منم و روح و روانم در خدای نجاتگرم خوشی منه. از ای باد ار نسل مرا خوشبخت و مبارک مگه. اعلان اعلان، ای مردم ناصره، در حکم امپراتور آغوستوس مردم شماری در منطقه جلیلیه و یهودیه صورت میگره. امزی سبب تمام مردا باید داخل و ملک پیدا شده بوره.
و مریم قد نامزاد خو یوسف در شهر بیت لحم در منطقه یهودی رفت تا که در اونجی خود خو را ثبت نام کنند. مگم اونا در اونجی اتاق پیدا نتنیست و از خاطر مجبور بودن که در قوتون مال شاو خو را تیر کنند. در اونجی چوپنو زندگی مکدن که رمی خورا شاو شاو در بیابونی آی مکندن بی بلغم ملائکه خداوند خود خورا دزوان شده ده و نور جلال خدا گرد آگرد از ما جل جل مکند. امروز در شهر داود یک نجات دهنده ولده شما پیدا شده که او مولا یعنی مسیح از طرف خدا است. چوپونو دیده دیده رفتن تا که امو نلغرک در منی او خور بود بینگره. اونا از تمام کده دم بودن که امو خبر خوشی را دباره پیدا شدن نجات دهنده در مردم برسنه. یک هفته بعد که وقت ختنش رسید یوسف و مریم نامشه را ایسایش در 40 روزگیش او را در اورشلیم آوردن تا که در خدا تقدیم شنه. تمزو زمان در خانه خدا یک آدم زندگی مکد که نامش شمعون بود. او یک آدم صادق بود و روح القدس او را وعده داد تا غیده که نجات دهنده را ننگره او نموره. ای خداوند حال خادم خورا مطابق طریق خو از دنیا رخصت کو. چرا که ما قدی اقرای خو نجات دهنده تو را دیدم. یه بچه انتخاب شده تو هسته. خیر و برکت در دوی شما. بعد از اینکه وا تمام فرایض شریعت خداوند را در جای آوردن اونا اورشلیم را ترک کرده پس در شهر ناصره رسیدن. وقتی که عیسی 12 ساله شد یوسف و مریم او را در شهر اورشلیم بلده ایدی آزادی برد. بعد از اینکه اونا پس رهی شدن عیسی در اورشلیم باقی ماند در حالی که آتا و آبیش از این طور بی خبر بودن. اونا در اوگل کدونشی پس در شهر رفتن و او را 3 روز بعد در خانه خدا در منکر علمای دینی و ریش سفیدا پیدا کردن. این بچه کیست که رقم سوال آمونه؟ ای از ناصره ایه. مو فکر کرده که قدمو هسته. ای را بسیار ببخشید. کسایی که او را شیند حیرومند. بچه ما تو چرای کار کردی؟ آتی تو و مادر چی پریشانی او در بدری تو را اوگل کردی؟ چرا مرا اوگل کردید؟ شما نمیفهمید که ما باید در خانه پدر آسمانی خوب باشیم؟ اخته او قد از وا در ناصره آمده در بیه و حکمت کرده شد و مورد خوشی خدا و مردم بود.